درود بر شنوندگان عزیز برنامه‌های تصویر پارسی، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. امروز در رابطه با فضای بسیار بسیار بد جمهوری اسلامی که برای مردم ایران با وجود آورده که در هر قسمتی از کشور ایران قتل و غارت و دزدی و بی‌ناموسی و هزاران جرم و جنایت صورت میگیره و مردم ما هم متاسفانه تحمل میکنند و در فضای بسیار 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 ناراحت کننده زندگی میکنند. اگر همه با هم همبستگی پیدا کنند، اتحاد پیدا کنند و میلیونی به خیابونها بیان، از شر این رژیم جنایتکار راحت میشن، چون همه فجایع، همه وقایع، همه اتفاقاتی که در کشور ایران در حال حاضر میفته باعثش عدم کارایی و بیکفایتی مسئولان جمهوری اسلامی است، به خصوص رهبر جمهوری اسلامی است که 42 سال مردم در عذاب و رنج هستند. نمونه ای از این مسائل، از اتفاقاتی که در ایران در هر گوشه ای از ایران میفته رو صحبت میشه دربارش. زنی که همسرش رو به خاطر مسائل مالی، به خاطر نداشتن زندگی خوب، برای نجات فرزندش، برای نجات خودش، باعث شده که شوهرش رو با ترفندی به قتل برسونه. حالا ماجرا رو براتون از زبان خود کسی که شوهرش رو به قتل رسونده و اون رو کشته پخش میکنم تا ببینید که چقدر وضعیت کشور نابسامانه. البته قتل و جنایت در همه دنیا اتفاق میفته، نه اینکه فقط در جمهوری اسلامی باشه، اما اینکه چرا این قتل اتفاق افتاده و چگونه است که این قتل اعتیاد، دزدی، کلاهبرداری و هزاران فساد دیگر در جمهوری اسلامی فقط اتفاق میفته، باعثش رژیم منحوس جمهوری اسلامی است. از این جهت ما روی این مسئله تاکید میکنیم که این یک فاجعه است که برای مردم ایران اتفاق میفته و باعثش هم سردمداران جمهوری اسلامی هستند. حالا به صحبت‌های زنی که شوهر خودش رو به قتل رسونده و اینکه چگونه شده که به اینجا رسیده تا بتونه شوهرش رو که فرزند بزرگی، یعنی در سن 25 سالگی یک فرزند داره، اون رو کشته. ببینید که انسان با کجا میرسه، چی میشه تا این اتفاق میفته. بد نیست صحبت‌های این زن که داره اعتراف میکنه به قتل شوهرش رو بشنوید. رفتیم سراغ چی؟ هیچی. بعدش چی شد؟ بعدش دیگه من رفتم تو اتاق، گفتش که شما منو، گفت تو مثلا خیلی روحیت حساسه، نمیتونی تحمل بکنی، مثلا هیچی نبینی نفهمی بهتره. من رفتم تو اتاق و دیگه هیچی هم نمیدونم. بعدش متوجه نشدید که آقای کار کرد؟ نه. با جنازه چی کار کرده بود؟ نمیدونم، به من هیچی نمیگفت. نمیدونی؟ نه. بله، یعنی خودش کشت و خودش برد و جنازه کجا پیدا شده بود؟ اینو میدونی؟ من بعدا از همسایه‌ها شنیدم که میگفتن که تو وسط کوچه پیدا شده. از همسایه‌ها شنیدی؟ بله. اینجا خدمت هستیم، تقریبا در یک آپارتمان بوده که شد در طبقه چهارم آپارتمان. نه ششم. یه آپارتمان موجود بوده در یکی از محلات کرج که قد در اونجا به وقوع پیوسته و جنازه در پارکی که در نزدیکی اونجا، یعنی تقریبا از 100 متری اونجا، اون همون آپارتمان که محل وقوع قتل ما هست، جنازه اونجا پیدا میشه و به صورت پنهان شده در زیر شاخ و برگ‌ها که اون فصل هم فصل زمستون و پاییز بود و اونجا پنهان شده بود در واقع. بعدش شما تو اتاق بودین گفتین با پسرتون؟ بله. خب بعد دیگه از خبری نشد؟ چرا؟ میومد پیشتون دیگه؟ بله دیگه، چون از دست همسرم که خلاص شده بودیم. نه، وجود اون اصلا چیز نبود، اونم که بود راحت میومد. حالا برای شما دیگه راحت آرامشی بود دیگه، چون میخواستید همسرتونو بکشین. منظورت از راحتی نمیدونم چی؟ نه هیچی، چیز احساس راحتی نمی کنم. بله بله. پس روزای بعدش میومد، نپرسیدین با جنازه چی کار کرده با همسرتون؟ هیچی به من نمیگفت. شما نمیپرسیدین؟ میپرسیدم می گفتش که تو هیچی ندونی، رویت آرومتر، آرامش بیشتر. هیچی ندونی بهتره. من یه سوال میتونم ازتون بپرسم، آسانسور داشون ساختمون؟ بله بله بله.
ما طبقه هفتم بود، نه شیش، هفت طبقه بود، ششم بودیم، آسانسور هم داشت. آسانسور داشت. جنازه رو با آسانسور برد؟ نمیدونم. نمیدونین؟ نه. یعنی چه ساعتی این اتفاق افتاد؟ یادتون هست؟ شب بوده دیگه احتمالا. شب بود. آره آره دیگه، ولی ساعتش رو نمیدونم. خیلی تنومند بودن؟ نه، همسن پسر من، دو سال پسر من بزرگتره. پس خودش تنهایی جنازه رو برده بود؟ فکر کنم اینجوری بوده دیگه. یعنی فکر میکنید که همین جوابو بدن به ما؟ نمیدونم. حدستون چیه؟ خب وقتی حقیقت باشه باید همینو بگیم. خب حقیقت یه چیزیه، اون چیزی که ما آدم ها بعضی وقتا میگیم لیلا خانم متفاوته دیگه. شما در هر صورت میخواستید که همسر محترم کشته بشن، درسته؟ با توجه به کارهایی که با شما فرمودید کرده بودن. یعنی واقعا شما فکر میکنی ایشون محترم بودن؟ من به خاطر احترام به شما اینجوری عرض میکنم. من وظیفمه که احترام بذارم به مخاطبم. شما بزرگواری که شما هستین. متشکرم. عرضم اینه که بس میخواستین که ایشون کشته بشن، که تازه میگین حتی با احترام هم باشون صحبت نشه، در برشون صحبت نشه. وقتی که اینجوری با من بچه‌م برخورد میکنه، وقتی زندگیشو به اینجا میرسونه، همه چیز تقصیر ایشون بود؟ ها؟ به نظر شما تو اون زندگی که شما داشتید همه چیز تقصیر همسر بود؟ نمیدونم. از خانواده همسر کمک گرفتین یا خانواده خودتون؟ آره. چی شد؟ هیچ کمکی. من از تهران پرس میگم فروختم اومدم باغستان. باغستان نشستم که بین فامیلای شوهرم باشم که بهش کمک بکنم، ولی هیچ کمکی نکردن. اونا بهش کمک کنن، شما بهش کمک کنن. اگر من کاری میکنم اونا کنارم باشن، ولی نبودن. اگر که خودشون هم میخوان کمکی بکنن بکنن. من هم واختم کلینیکا و کمپا بردمش برای ترکش، ولی هیچ کدوم کمک نکردن. تازه سرکوفتم میزدن. به شما؟ به شما سرکوف میزدن؟ آره. این ترک بکن نیست، این آدم بشون نیست، از این صحبت ها. بعد زمانی که من کلینیکو مثلا یا کمپ می بردمش هزینه پول لازم بود دیگه. هیچ نه نقدی کمک میکردن، هزینه به من میدادن، چون از کاربار آدم میفته میره دنبالش، بعد فقط هم پول خرج میکنه. خانم لیلا، همسر رو کجا پیدا کرده بودن؟ گفتین همسایه‌ها گفته بودن که جنازه‌شون رو پیدا کردن؟ من از همسایه‌ها شنیدم، بله. یعنی اومدن همسایه‌ها به شما گفتن که جنازه همسرتون افتاده بوده اونجا؟ به من نه، به من نگفتن. چجوری گفته بودن؟ به زمانی که مثلا چیز بود، یه مدتی گذشته بود تو مراسم خاکسپاری و این چیزا که رفته بودن، بله. دیدن منم اومده بودن بعد اون موقع